به نام خدا وند جان و خرم. کز این بر ترندی شبر نگذرم، خدا وند دنام و خدا به نام خداوند جان و خرد. همه رخش اندیشه را آذین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. درود بر شما خانم ها، آقایان، دوستان عزیز. امیدوارم که خوش و خرم و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستانهای شاهنامه. پیش از این که برویم بر سر داستان، تصاویری رو ببینیم از کتیبه شاهنامه ساخته بهنام زندی و طراحی سه‌بعدی توسط آیدین سلسبیلی. بله، طرح این کار به وسیله آقای آیدین سلسبیلی، یکی از فعالین و کوششگران شاهنامه، در برنامه سه‌بعدی اجرا شده. بر روی جلد شاهنامه‌ای که آیدین در ایران ارائه کرده و چاپ شده، بعد به بهنام زندی پیشنهاد داده که این طرح رو از حالت یک بعدی و از روی کاغذ به صورتی زنده اجرا کنه. بهنام زندی در این باره میگه که در ابتدا بر روی اندازه این کتیبه تردید داشتم، تا اینکه کارگاهی اجاره کردم و تصمیم گرفتم اون رو هرچه بزرگتر و چشمگیرتر بسازم. ما به فردوسی حکیم، پدر معنوی خود، این دین را داریم. این کتیبه بر روی چوب و ایزومو به صورت یک پارچه و یک تکه ساخته شده و مدت 3 ماه حکاکی و تراش اون طول کشیده. رنگ‌آمیزی اون به رنگ کاملاً طلایی هست، با ایربراش و قلم‌های بسیار ریز انجام شده. سپاس از بهنام زندی از کشور بلژیک، شهر زیبای بروکسل، برای ارسال این تصاویر از کتیبه شاهنامه. هر کس که بندگی خدا بی‌ریا کند، از کار خیش مشکل پیچیده را کند. هر عاقلی که عیب شمارد خطای خلق، از ابلهیست گر سر مویی خطا کند. عقد جلاور سخن کهن در نظر عزیزان داستان ما برزو رفت زیر دایره سپر. دوست و دشمن نگاه میکنن، موت و مبهوت. کودرز گفت یزدان پاک، اگر تو گرز دادن دست ها گرستم خم بشه، وای به حال ایرانیا. اما برزو به چرخ در آمد رستم با رقش، رسید به گاف سر خم شد و دسته عمود گرفت. پاوی از گنبدک حبود گرفت، گفت تورانی بگیر آتش از 17 قبه سپر جستن کرد. اما رستم برگشتید حریف، دوره اول رد کرد، مجددن به چرخ در آمد. رسید به برزو به قهر و غضب، گفت بگیر تورانی. دشت و دمن کوه دماوند را،
گذاشتن توی تخم مرغ زدن تو کاسه سر رستم. چون دید حریف خیلی قویه، دوتا زده، یکی دیگه باید بزنه. دور گرفت این ضربه سومه، رسید به برزو. بگیر تورانی ارک، همه را از شکست. برزو جفت آمد زمین اما بازوها خم نشد. دوست و دشمن گفتن احسن احسن، رستم گافتر انداخت. سپرش آوردن، برزو نشست، رستمم اون طرف. براشون غذا آوردن با نوشیدنی شربت. خوردن سگ نفس احیا. حالا رستم سه ضربه زده، سه ضربه باید بخوره. همه دارن نگاه میکنن. رستم خودش رو سبک کرد. سپر را آوردن جلو، رستم رفت زیر داوگره سپر. برزو شیردل اسب دیگه براش آوردن. حریف رو گرده اسب به چرخ در آمد. اما دل ایرانیا گرب 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 داره میزنه. همه چشم دارن ایرانیان، نگاه میکنن ببینن تکلیف این سه ضرب چه میشه. بنده عرض میکنم اونا عمل کردن. برزو آماده شد، رسید به میل شاختور. دسته میل شاختور گرفت حرکت به این طریق. رسید میان دو لشکر دو فرسنگ بود. رسید به رستم، رستم زیر دایره سپره، سه ضربه زده. رسیدن برزو، رخش رستم یک هیه کشید، اسب برزو جا خالی کرد. خب در این قسمت داستان ما کمی کوتاه‌تر خواهد بود، به این دلیل که داستانی رو که خواهم گفت، داستان جنگ پشن و لاون، یه مقدار کوتاه هست. بعد میرسیم به داستان تازیانه بهرام، سوگ حماسه یا تراژدی بهرام، داستان بسیار زیبایی است. بنابراین دلم میخواد که در آینده مفصل و در یک برنامه جدا و مستقل اون رو براتون روایت بکنم. بنابراین در این هفته بیشتر فیلم های مرشد ترابی رو خواهیم داشت. خب برویم بر سر داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، داستان ما به آنجا رسید که پس از به شاهی رسیدن کیخسرو، کیخسرو به نیک نام، در ادامه کینستانی های خون سیاوش، لشکر ایران به سپهسالاری طوس رو تجهیز کرد و فرستاد به سمت توران. در این مسیر بر اثر بیخردی طوس خودرای فرود، برادر کیخسرو یا در واقع پسر سیاوش، در مرز ایران توسط خود ایرانی ها کشته شد. ایرانی ها هرچه جلوتر رفتند بیشتر و بیشتر دچار بلا و شکست شدند. بهرام معتقد بود که این همه بلا و بدبختی و فلاکت تاوان کشته شدن فرود هست. باری که خسرو با شنیدن خبر کشته شدن فرود برادرش و شکست ایرانی ها از توران، طوس رو از سپهسالاری لشکر ایران خلع کرد و درفش و سپاه رو از او گرفت. طوس برگشت و حبس خانگی شد. ادامه مسیر سپاه ایران به فرماندهی فریبرز بود، عموی کیخسرو. فریبرز که دید ضعف و شکست سختی در سپاه ایران افتاده، از پیران وزیر سپهسالار لشکر توران یک ماه فرصت متارکه خواست تا بتونن کشتگان خودشون رو دفع کنن. پیران طبق معمول یادآوری کرد که شما در جنگ پیش دستی کردید، من مهلت می دهم،
اما آرام از این مرز بگذرید. اما فریبرز از این مهلت استفاده کرد و از هر طرف سپاهی جمع کرد و لشکر بیاراست. ببینیم ادامه ماجرا. مهلت یک ماه تمام شد، دو لشکر آماده کارزار، سران هر دو سپاه چپ و راست لشکر آراستند، سواران و سربازان را به کوشش و مقاومت تشویق کردند. جنگ همگروه آغاز شد، باران تیر، بعد دست بردند به تیغ، نیزه، گرز. گیو از قلب سپاه حمله کرد، آتش بود که از دم تیغ و نیزه میبارید. رزم گودرز و پیران بالا گرفت، 900 تن از دوده و ترکه پیران کشته شدند. از لشکر توران لحاک و فرشیدورد حمله کردند به گیو، باران تیر از هر طرف، زمین از پشته کشتگان پیدا نبود. هومان سردار تورانی به فرشیدورد گفت باید به قلب سپاهشان حمله کنیم، فریبرز در قلبگاه هست. حمله کردند، شکاف در سپاه ایران، آمدند تا قلب سپاه. جنگ با فریبرز. فریبرز سپهسالار ایران دید تاب مقاومت در برابر هومان رو نداره، سر اسب رو برگردوند، فراری پشت به دشمن داد. پشت به دشمن داد اصطلاح شاهنامه هست. شکست در سپاه ایران افتاد. گردنکشان تورانی منطقه رو گرفتند، ایرانی ها یکا و یک به دشمن سپردند جای، ز گردان ایران نبود کس به پای. دلیران به دشمن نمودند پشت، از آن کارزار اندوه آمد به مشت. برفتند از ایرانیان هر که زیست، بران زندگانی بباید گریست. گیو با دیدن این حال و روز آمد پیش پدرش گودرز، گفت ای سپهدار پیر، تو میدان کارزار بسیار دیده ای، اگر به پیران پشت کنی باید که بر سر من خاک ریخت. من و تو را چاره جز مرگ نیست. ببینیم گفتار حماسی پسر با پدر، گیو با گودرز. چو پیش آمد این روزگار درشت، تو را روی بینند بهتر که پشت. نپیچیم از این جایگه سرز جنگ، نیاریم بر خاک کشواد ننگ. ز دانا تو نشنیدی این داستان، که برگوید از گفته باستان. که گرد و برادر نهند پشت پشت، تن کوه را خاک ماند به مشت. تو باشی و هفتاد جنگی پسر، ز دوده بسی نیز شیران نر. به خنجر دل دشمنان بشکنیم، وگر کوه باشد ز بن برکنیم. گودرز با شنیدن گفتار پسر از تصمیم خود بر فرار پشیمان شد. با پسران و نبیرکان خود دلیرانه به دشمن تاختند. گرازه، گستهم، برته، زنگه شاوران قسمهای سخت خوردند که تا آخرین قطره خون بجنگند، اما فرار نکنند. جنگیدند و چه بسیار که از تورانیان هلاک کردند. گودرز به نوه خود بیژن سخنی گفت. بیژن از سمت پدر نوه گودرز هست، از طرف مادر نوه رستم. که برزو گفت ایرانی بگیر جهان، پهلوان ایران زیر دایره سپر. برزو گرز و برز بالا، سپر اومد اینجای رستم، کتف رستم را مثل حمیر نرم کرد. سپر از دستش افتاد. تورانی
شب آمد. دیگر جنگ کردن چه سود؟ گمانم به تو انقدر حال نبود. این دو ضربه رو بذار فردا بزن. برزو فهمید کتف رستم خورد شده، ایرانیان ناراحت. سر رخش برگردون، این کتف هی داره میاد بالا، درد یه طرف، شرمندگی یه طرف، قوی بودن حریف یه طرف. کتف رستم ورم کرده زواره دوید. به زواره گفت اماری بیاور مرا برنشان، که دیگر نیابی خود از من نشان. ره سیستان را برا رایکار منه ببری، که برزو برآورد از ایرون دمار. به گرز گرون یال من برشکست. رستم انداختن توی اماری، مرهم گذاشتن، اما مگه درد و ناراحتی ولش میکنه؟ رستم گفت هر کی جانش دوست داره برداره بره، کسی حریف این تورانی نیست. ایرانی ها دارن سلاحاشونه ور میدارن، لوازماتشونه میخه چادرها رو میکنن که فرار کنن. دو ضربه دیگه این باید بخوره، کتف خورده. ایرانی هاست هر اسبا پیاده و سواره برگشت این حرفی که برن. یه عده ای دارن گریه میکنن، کودر را بالای بلندی، یزدان پاک کلید نجات ایرانیان مغلوب شد، یزدان پاک آبروی ایرانی ها رفت. عشق روی محاسن کودرز، ایرانی ها در حال فرار، رستم هم دارن میبرن. قادر قدرت نما قدرت کرد، از این دامنه بیابان گرد شد، از میانه دل گرد سر و کلده نرشیر یل فرامرز نمایان شد. فرامرز سمند سهراب زیرشه، رسید؟ گفت چه خبره؟ اینطوری کرد. فرامرز رفت نزدیک رستم، اومد پایین از اسب. پدر عالی مقام، این چه حالیه؟ چرا رنگت پریده؟ کتفت چه شده؟ گفت پسرم، سه ضربه زدم، اما سه ضربه‌ای که بنا بود بخورم، اولی کتفم خود کرد. حالا کی میخواد جواب این تورانی رو بده؟ فرامرز گفت پدر، یک گوشمالی به این تورانی بدم. گفت تو؟ به جایی که رستم گریزد ز جنگ، نه کاووس ماند نه پور پشنگ. جایی که عقاب پروریزد، از پشه لاغری چه خیزد؟ رستم گفت تو میخوای بری این دو ضربه رو جواب بدی؟ من کتفم خورد شده. گفت پدر، تو را به یزدان پاک، به من اجازه بده، فردا میرم این تورانی رو میخوام، مادرش به عزاش میشونم. گفت اگر میخوای بری، اینایی که من بهت میگم گوش کن. هی نفس میزنه رستم. اول خفتان ببر بیان منو میپوش، مقفر منو بذار سرت، رقش من سوار شو، درفش منم بگی دستت، نقابم بزن به صورت، برو جلوش. اگر گفت کی هستی بگو من رستمم. مواظب باش نگی من رستم نیستم، فرامرزم. فرامرز پوشید ببر بیان، تو گفتی که ببر است شیر ژیان، درفش تهمتن به کف برگرفت، بماندن گردان از او در شگفت. برزو که آمد نعره، رستم کجاست؟
به بیژن چنین گفت گودرز پیر، کزی در برو تیز با گرز و تیر. به سوی فریبرز برکش میان، به پیش منار اختر کاویان. مگر خود فریبرز با آن درفش، بباید کند روی دشمن بنفش. چو بشنید بیژن برانگیخت اسب، بیامد به کردار آذرگشسپ. گودرز چو در واقع گودرزی ها بسیار ناراحت شده بودن از اینکه فریبرز به دشمن پشت کرده و فرار کرده، بنابراین تصمیم تازه‌ای خودشون در نظر گرفتن. به بیژن گفت درفش کاویان رو از فریبرز بگیر و به او بگو که به ما ملحق بشه. بیژن هم این پیام رو به فریبرز گفت و گفت سواران، تیغ، هر چه داری به من بده. فریبرز خشمگین، چشمها غرقابه خون، یکی بانگ برزد به بیژن که رو، تو در کار تندی و در جنگ نو. مرا شاه داد این درفش و سپاه، همین پهلوانی و تخت و کلاه. درفش از در بیژن گیو نیست، نان در جهان سر به سر نیو نیست. بیژن از شدت خشم دست برد به تیغ، یکی تیغ بگرفت بیژن بنفش. بزد ناگهان بر میان درفش، به دو نیم کرد اختر کاویان. به دو نیم کرد اختر کاویان، زبر نیمه برداشتش از میان. زد چوب علم رو از وسط دوتا کرد، علم رو گرفت اومد تا بیاد به سمت پدر و پدر بزرگش خبر به سرداران تورانی، به سرکردگی هومان، که بیژن با درفش کاویان است. سر راهش رو گرفتن تا اون علم رو که مایه پیروزی ایرانی ها در جنگ بود سرنگون کنند. چون این گفت هومان که آن اختر است، که نیروی ایران بدان اندر است. درفش بنفش ار به چنگ آوریم، جهان پیش کاووس تنگ آوریم. کمان را به زه کرد بیژن چو گرد، بر ایشان یکی تیر باران بکرد. گیو و گستهم آمدن به یاری بیژن، بسیار از تورانی ها کشتن. دور تا دور علم کاویانی جنگ سختی در گرفت. از قضا ریو نیز یکی از شاهزاده ها، یعنی یکی از پسران کاووس شاه که می شود برادر سیاوش و فریبرز، در این گیرودار کشته شد. یک تاج گوهرنشان به سر داشت. گیو نعره زد اگر تاج شاهزاده به دست دشمن بیفتد، ننگ بزرگی بر ننگهای این نبرد اضافه خواهد شد. به پیش سپه کشته شد ریو نیز، که کاووس را بود فرزند نیز. یکی تاج بر شاه کهتر پسر، نیاز فریبرز و جان پدر. سر و تاج او اندر آمد به خاک، بسی نام ور جامه کردند چاک. از آن پس خروشی برآورد گیو، که ای نام داران و گردان نیو، چون اویی نبود اندر این رزمگاه، به پیش فریبرز کاووس شاه. نبیره پسر پیش کاووس پیر، سه تن کشته شد زار بر خیر خیر. فرود و سیاوخش و چون ریو نیز، ز گیتی فزون زین شگفتی چه چیز. اگر تاج آن نورسیده جوان، به دشمن رسد شرم دارد روان. اگر من بجنبم از این رزمگاه، شکست اندر آید
به ایران سپاه. نباید که آن افسر شاهوار به ترکان رسد در صف کارزار. از قضا پیران وزیر نعره گیو رو شنید، دستور داد فوراً تورانی ها جنازه ریونیز رو محاصره کنند و تاج رو تصاحب کنند. جنگ از دو طرف سخت شد، از هر دو طرف کشته ها پشته. مگر نام گرگین تو نشنیده ای؟ گفت پچر جلوتر نمی آی. گفت این اسب دیگه نمیتونه هیکل من جلوتر بکشه. گفت تو کی هستی؟ گفت به من میگن گرگین. اسم من پهلوانا به نگین انگشتر میکنن. حالا گرگین، اگه برزو بگه پق، زهره گرگین میگه ترق. اینقدر میترسه. برزو یه نگاهی کرد، گفت یه خودی بی جلوتر. گفت این اسب هیکل من جلوتر نمیکشه، اگه راست میگی تو بیا جلو. برزو همچی کرد، نیزه رو اینطوری گرفت، مهمیز دیر شگم اسب، حملهی به گرگین. گرگین دید برزو رسید، سر مرگ عوه گرگین برگشت به فرار، داره فرار میکنه. برزو نیزه رو اینطوری گرفت، اومد اینجا یه اسب گرگین، مرد به مرگ حب قلتید، اومد سر گرگین بذاره رو سینش، عربده فرامرز بلند شد. فراوان زهر دو سپه کشته شد، سر بخت گردن کشان گشته شد. براویخ چون شیر بر بهرام گرد، به نیزه بریشان یکی حمله برد. به نوک سنان تاج را برگرفت، دو لشکر بدو ماندن در شگفت. جنگ ادامه داشت، چونین هر زمان نو براشوفتند، همی بر سر یک دگر کوفتند. ز گودرزیان 8 تن زنده بود، بران رزمگه دیگر افکنده بود. از گودرزی ها همه کشته شدند جز 8 تن، از دوده گیو 25 تن، از تخمه کاووس 80 تن کشته شد، از جمله ریونیز آن شاهزاده نامدار. از لشکر تورانی ها هم 900 سوار از خیشاوندان پیران ویسه کشته شدند. 300 تن از تخمه افراسیاب. ایرانی ها تاب نیاوردند، کشته ها رو روی زمین رها کردند و عقب نشینی کردند. اسب گستهم کشته شد. گستهم نیزش رو عصای دستش کرد و پیاده و سلانه سلانه می آمد. شب بیژن که با اسب می آمد، چشمش افتاد به گستهم. بدو گفت هین برنشین از پسم، گرامی تر از تو نباشد کسم. نشستند هر دو بران بارگی، چو خورشید شد تیره یک بارگی. همه سوی آن دامن کوهسار گریزان برفتند برگشت کار. لشکر شکست خورده ایرانی ها در کوهسار پناه گرفتند. تورانی ها شادمان از شکست ایرانیان، با شادی برگشتند به لشکرگاه و جشن گرفتند. اما از آن طرف ایرانی ها در فغان و خروش بودند. داستان جنگ پشن و لاون بود و همینطور داستان تاج ریونیز که برای ایرانی ها ننگ بود تورانی ها اون رو به غنیمت ببرند و بهرام رفت اون رو با نیزه برداشت و آورد. در اینجا میرسیم به داستان تازیانه بهرام. داستان رو با همه کوتاهیش که در این برنامه گفتم به پایان میرسونم، چرا که اشاره کردم دلم میخواد داستان تازیانه بهرام یا سوگ حماسه بهرام رو در یک برنامه جدا براتون روایت بکنم. به ویژه که خاطرم از مرشد ولی الله ترابی به قدری زیبا این سوگ حماسه، این تراژدی رو نقل میکرد که امکان نداشت کسی در مجلسش باشه و اشک نریزه. ببینیم سوگ حماسه دیگر، یکی دیگر از تراژدی های شاهنامه، شرح این هجران و این خون جگر. این زمان بگذار تا وقت دیگر.